بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار هشدار داد که صنعت خشکبار کشور به دلیل قوانین نادرست و بی‌توجهی در حال نابودی است. وی در نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کرد که این وضعیت ممکن است منجر به بیکاری گسترده در میان کشاورزان و کارگران شود. برنامه جهانی غذا WFP برای کمک به کودکان مبتلا به سوء تغذیه در مالاوی تلاش می‌کند. مالاوی در 3 سال اخیر به دلیل بلایای طبیعی و خشکسالی دچار ناامنی غذایی شده است. خشکسالی 44% محصولات را از بین برده و 5.7 میلیون نفر که بیش از 1/4 جمعیت کشور هستند را بدون غذا گذاشته است. برنامه جهانی غذا برای این کودکان تغذیه تکمیلی فراهم می کند. همچنین وابستگی کشور به کشاورزی دیم یکی از دلایل اصلی کمبود مواد غذایی است. در 2 عملیات نظامی در مرکز سومالی 59 عضو گروه سنی های تندروی الشباب کشته شدند. عملیات نخست در استان گالگادود منجر به کشته شدن 32 نفر شد و عملیات دوم که حمله هوایی در روستای یاگلی در استان شابل میانه بود 27 عضو دیگر این گروه را هدف قرار داد. نیروهای امنیتی سومالی در ماه‌های اخیر موفق به بازپسگیری چندین منطقه از کنترل الشباب شدند. این گروه تروریستی مرتبط با القاعده سال هاست که در سومالی فعال است. منابع محلی در استانهای دایکندی و میدان ورده که از استانهای مرکزی افغانستان میگویند که در پی سرازیر شدن سیل در چندی شهرستان این استانها صدها هکتار زمین زراعتی و جاده‌های عمومی تخریب شدند. بر اساس گزارش‌ها در منطقه شهرستان دایکندی بیش از 100 هکتار زمین زراعتی و 2000 نهال مسمر و 40 کیلومتر کاریز تخریب شده است. در همین حال منابع در شهرستان دایمیرداد میدان وردک نیز گفتند که سیلاب‌های شب گذشته راه‌های ارتباطی 10 روستا را مسدود کرده است. اینستاگرام 14 سال پیش توسط کوین سیستروم و مایک کرایر برای iOS راه اندازی شد و به سرعت میلیون‌ها کاربر جذب کرد. در سال 2012 میلادی اینستاگرام با قیمت 1 میلیارد دلار توسط شرکت متا خریداری شد. طبق آمار 24 میلیون ایرانی از این اپلیکیشن استفاده می کنند که معادل 29% از جمعیت کشور است. این آمار نشان دهنده افزایش استفاده از اینستاگرام در ایران حتی با وجود فیلترینگ است. ایران رتبه 7 را در بین کاربران جهانی اینستاگرام دارد. کاهش بی سابقه سطح آب رودخانه های جهان به دلیل تغییرات اقلیمی تا سال 2030 نگرانی های زیادی را به وجود آورده است. گزارش سازمان جهانی هواشناسی نشان می دهد که بیش از نیمی از حوزه های آبریز جهان با کمبود آب روبرو شدند. تغییرات اقلیمی نه تنها به خشکسالی بلکه به سیلاب های شدید منجر شده است. همچنین انتقال از لانینیا به النینو شرایط افراطی آب و هوایی را تشدید کرده است. یخچال‌های طبیعی نیز طی سال گذشته بیش از 600 گیگاتون آب از دست دادند. تماشای پرندگان به سلامت روان کمک می‌کند. پژوهش‌ها نشان دادند که ساکنان محله‌های پردرخت و با تنوع پرندگان کمتر به مشکلاتی مانند افسردگی و اضطراب دچار می‌شوند. این مطالعه از سوی محققان دانشگاه ایالت کارولینای شمالی در مجله روانشناسی زیست محیطی منتشر شده است. همچنین افرادی که زمان کمتری را در طبیعت سپری می کنند بیشتر در معرض افسردگی و اضطراب قرار دارند. این یافته ها اهمیت وجود طبیعت در زندگی روزمره را نمایان می کند.
مطالعه جدید نشان می‌دهد بشر به سقف نهایی امید به زندگی نزدیک شده است. بر اساس این تحقیق، 100 سالگی به عنوان حد اکثر عمر انسان شناخته می‌شود. با وجود پیشرفت‌های فناوری که می‌تواند طول عمر را افزایش دهد، روند طبیعی پیری مانع اصلی است. محققان بررسی کردند که سن امید به زندگی در کشورهایی با عمر طولانی‌تر کاهش یافته است. همچنین علی‌رغم پیشرفت‌های پزشکی و ژنتیکی، این تغییرات تأثیر قابل توجهی بر افزایش طول عمر کلی انسان‌ها نداشته است. پیرگوشی شایع‌ترین علت کم‌شنوایی است و از هر 3 نفر در سن 65 تا 74 سالگی یک نفر دچار این مشکل می‌شود. تقریبا نیمی از افراد بالای 75 سال نیز به کم‌شنوایی مبتلا هستند. برای جلوگیری از پیرگوشی، حفاظت از شنوایی بسیار مهم است. سر و صداهای بلند می‌توانند وضعیت شنوایی را بدتر کنند. همچنین درمان به موقع، عفونت‌های گوش و پرهیز از سیگار کشیدن از اقدامات ضروری برای حفظ سلامت شنوایی است.